بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از تهران بزرگ در استودیوی بازگشت میدیا و با هوای آفتابی به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هم میهنانم در سراسر دنیا. من جلیل مرتضوی هستم. امروز شنبه 27 آگوست 2022 میلادی برابر است با 5 شهریور 1401 خورشیدی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال میکنید. دوستان گرامی، ممنون و سپاسگزارم از توجهتون، از پیامهای زیباییتون. من چند روزی به خاطر گرفتاری های مختلف و رفتن این برانور و از همه این مهمتر دندان پزشکی نتونستم برنامه بذارم، ولی الان در خدمتتون هستم. در برنامه امروز دوستان میخوام به شما بگم آقای علی سلامی فرمانده سپاه چی گفته که دولت مردان بلندپایه اسرائیلی یکی پس از دیگری بی صبرانه رهسپار واشنگتن شدن. راجع به این صحبت خواهم کرد که فرمانده سپاه چجوری اسرائیلی ها را به لرزه در آورده. اما دیوید ایگنیشیس در واشنگتن پست، معاون سردبیر واشنگتن پست، مقاله نوشته که مقامات امنیتی امریکا نگرانی خود را از نزدیکی ایران و یا از اتحاد ایران با روسیه و از طرف دیگه امریکایی ها با تمام مسائلی که هست خیلی علاقمندن برجام امضا بشه. چرا؟ همه اینا خبر خوبی برای ایران هستش، ولی قبل از اینکه به اینا بپردازم دلم میخواد به شما اول بگم که این چند روزی که نبودم یکی از دوستایی حالی به من داد، دیگه حالم جا اومد که بیام به شما بگم. خانم فرانک از استرالیا تماس گرفت، 50 میلیون تومان برای درمانگاه آبادان پول فرستاد که من از این بانوی گرامی سپاسگزارم و دوستان شما میتونید همین کارو بکنید. چه اونایی که اون ور آب هستن، که اونایی که این ور آب هستن، این درمانگاه رو باید به زودی تمومش کنیم. من سپاسگزار فرانک عزیز هستم که این پول فرستادم. اما دوستان، از من خیلی درخواستایی شده بود که آقا مثلا وکیل خوب کجاست، دکتر خوب کجاست، دندان پزشک خوب، یا من میخوام جا بگیرم کجا برم، یا سوالایی در این زمینه که میخوام بیام ایران چیکار باید بکنم و از این حرفای کلی. ولی تا الان هیچکی از من سوال نکرده بود که آقا ما میخوایم بیایم ایران، میخوایم که بچه هامون درس موسیقی را خصوصی ادامه بدن، شما کسی سراغ داری؟ این اولین باره. ولی دوستان باید به شما بگم که آره دارم، چون دختر من که اینجا بود پیش این خانم دکتر سمیرا تقی‌زاده. خانم دکتر سمیرا تقی‌زاده نه تنها مدرس موسیقی هست، از پیانو گرفته، ویالون گرفته، نمیدونم گیتار گرفته، همه اینا، همچنین نقاشی هم تدریس میکنه و جالبه که خدمتتون بگم کارهای این خانم من دیدم، چون دخترم داره ازش تعریف میکنه، به همین خاطر میگم اونایی که دوست دارن بقیه دوستالا این یه سوال کرده بودید، آره با من تماس بگیرید اگه کسی علاقه داره که موسیقی یاد بگیره وقتی تو ایرانه، یا اونایی که اصلا ایران نیستن میخوان از آنلاین استفاده کنن برای تدریس موسیقی، اینا ایشون آنلاین هم انجام میده، با من تماس بگیرید تا شماره خانم دکتر سمیرا تقی‌زاده رو به شما بدم. یه تکه ایشون ما یعنی فرستاده بود میخوام براتون پخش بکنم که شما با کار ایشون آشنا بشید، با چهره ایشون آشنا بشید. با هم الان این تکه رو گوش میکنید تا من برمیگردم خدمت. Thank you.
خب دوستان، اون آخرین قطعه که پخش شد دکتر سمیرا تقی‌زاده پیانو میزد، اونم شاگردش بود که ویالون میزد. به هر حال دوستایی که علاقه دارن موسیقی یاد بگیرن با من تماس بگیرن، شماره دکتر تقی‌زاده رو به شما میگم که من فوق‌العاده از کارش خوشم میاد. اما دوستان پیام زیاده، یه پیامی از یکی از دوستا رسیدی، حالا بعدا در طول برنامه براتون پخش میکنم، خیلی مهمه، راجع به ترکیه است، حتما دقت کنید. و اما دوستان برگردیم به آن چیزی که خیلی مهمه در رسانه‌های خارجی و علتش هم ایرانه و علتش هم برجامه. همه میخوام بدونن چی میشه. بالاخره امریکا جوابشو داد به ایران، ایران داره بررسی میکنه تا جواب بده. ببین، نوشته شده بود در بعضی از رسانه ها که ایران گفته که بله، ما از قید سپاه را میزنیم در ارتباط با اینکه سپاه از لیست تحریما نیاد بیرون، ولی در مقابلش شما باید از این حقبازی آژانس بیاییم بیرون که اینم یه چیزی چیزای شناخته نشده در ایران بوده، نمیدونم چیز اتمی. خلاصه اینها همه صحبت‌های مذاکره کننده ها بوده، در رسانه هم کم و بیش درج شده، ولی آن چیزی که مهم بوده این هست: آقای سلامی، وزیر، عذر میخوام، فرمانده سپاه، یه نشستی داشته در یعنی یه نشستی داشته با روزنامه فارس، یعنی نشریه فارس، فارس نیوز. در اونجا آقای سلامی برنامه و استراتژی که خودشو در ارتباط با اسرائیل و به طور کلی نقطه قوت مقاومت رو براشون دونه دونه تشریح کرده. اونجا آقای سلامی گفته که اسرائیل با تمام تکنولوژیست و با تمام اسلحهش، با تمام نمیدونم گنبد آهنین و همه اینها، مقاومت داره به زانو در میاره. بنابراین ما اگر ببینیم که یک گروه فلسطینی شروع کنه با اینها برای به دست آوردن حقشون تو منطقه اشغالی، بقیه گروه های اسرائیل هم میاد، بقیه گروه های مقاومت فلسطینی هم میاد و اسرائیل با تمام این تفاصیل شکننده است به چند دلیل. دلیل های زیادی آورده. گفته های آقای سلامی بازتاب گسترده داشته در میان رسانه های صهیونیستی از جمله جروسلم پست، و در این نشست آقای سلامی دونه دونه توضیح داده که اسرائیل یک کشور کوچکیه، چون آدماش نازپرورده هستند و اینا، یه مدتی که این مقاومت کارش رو ادامه بده اونها نمیتونن در مقابل نیروی مقاومت فلسطین دوام بیارن، و دلیل اصلی که میدونیم بر اون برو به خاطر همینه، چون نیروی مقاومت هدف داره، نیروی مقاومت به خاطر سرزمین اشغالی میجنگه، ولی اسرائیل تشکیل شده از آدمایی که از سراسر دنیا اومدن، نه هم زبانن نه هم فرهنگن، فقط به این خاطر که اونها یهودیان و در کشور اسرائیل جمع شدن، ولی هیچ مرامی مثل مرام نیروی مقاومت وجود نداره. نیروی مقاومت به خاطر باورشه، به خاطر به دست آوردن سرزمینشه، و این نیرو را کسی نمیتونه شکست بده و تا الان هم نشون داده. به محض اینکه جنگی شروع بشه مردم اسرائیل نمیتونن دوام بیارن، ولی نیروی مقاومت کارش اینه. گفت حالا این فقط مال فلسطینی هاست، اگر جنگی بشه حزب الله از اونور بلند شه، اینا هرگز نمیتونن دوام بیارن. همه اینها را و چیزهای دیگه اونجا در اون نشست فارس نیوز گفته
آقا اسرائیلی اینو بازتاب دادن، چپ و راست دارن میرن واشنگتن و میگن که ما باید یک برنامه منظم، برنامه نظامی منظم بر علیه ایران درست بکنیم، حالا که برجام امضا بشه یا نشه، که همیشه یه برنامه قابل پیاده رو میز داشته باشه. امریکایی ها به اینها میگن آره آره، ولی اسرائیلی ها باور ندارن. خود اسرائیلی ها از وزیر خارجه گرفته، نخست وزیر گرفته تا وزیر دفاع، رفتن واشنگتن با همه ملاقات کردن. رئیس جمهور که حاضر نیست با این حرف بزنه، وزیر خارجه آقای بلینکن هم حاضر نشد. اینها رفتن سراغ جیک سالوون، بعد با اون صحبت کردن و سایر مقامات واشنگتن و سنا و اینا. جیک سالوون همراه با براد مگرگ، شما شاید براد مگرگ رو نشناسی، ایشون هماهنگ کننده برنامه‌های خاورمیانه برای کاخ سفیده، اینها نشستن جواب امریکا را برای آخرین بار مرور کردن و وقتی اونا مرور کردن دیگه چاپ شد، فرستادن ایران. اسرائیلی ها میگن که ما از امریکا خیلی چیز خواستیم و گفتیم که همین که شما دارید با ایران مذاکره میکنید این نقطه ضعف شماست و در خاورمیانه همه میگن. حالا ببین اینا رو ببینا. و از طرف دیگه اگر این برجام امضا بشه، ایران میتونه به راحتی سالی 100 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز داشته باشه و اینها را میتونه به دست بیاره و پدر همه ما را در بیاره. امریکایی‌ها گفتن نه نمیذاریم فلان، شما نگران نباشید. ولی به روزنامه‌های دستراستی و صهیونیستی امریکا میگن که مقامات اسرائیلی حرفای امریکایی ها رو باور ندارن و نباید هم داشته باشن. چون اولا میبینید دولت آقای بایدن که خودش در برجام اول هم شرکت داشته دیگه، همین جیک سالوونی که شما میبینید، جیک سالوون اون موقع 38 سالش بود، دستیار خانم کلینتون بود. جیک سالوون یکی از اونها بود که یواشکی رفت عمان و با نماینده آقای خامنه‌ای اونجا مذاکره کرد. یعنی خبرهای اولیه از ایشون بود تا آماده کرد که آقای ویلیام برن بره مذاکره را جدی دنبال کنه. ویلیام برن اون معاون وزیر خارجه بود که الان رئیس CIA. بنابراین کسانی که در برجام اول بودن همینا هستن که برجامو میخوان احیا بکنن و دلیلم دارن برای خودشون، چون دست به هر کاری زدن بر علیه ایران نتیجه نداده و الانم میگن که کاش که ترامپ به این برجام دست نمیزد. مقامات امنیتی و دفاعی اسرائیل هم اینو یواشکی گفتن که آقا ما از این که از برجام اومد بیرون ترامپ ناراحتیم. اون موقع هم اینو میگفتن، ولی منتها گروه نتانیاهو اینا قوی بودن، همراه با اون شلدن ادلسن که پولی کلانی داده بود، عربستان پولی کلانی داده بود. حالا فهمید که آقا همیشه پول کارساز نیست، شما باید در میدان هم کسی داشته باشید. هر جا میری دیپلماسی چک بوک، چک از شما میگیرن، بله بله میگن، پشت سرتون هم میخندن. عربستان هم اینو فهمیده. بنابراین در حال حاضر دوستان که اینجا میگن که توپ در زمین ایرانه، اینا علاقمند هستن که ایران اینو امضا بکنه تموم بشه. از طرف دیگه این خیلی جالبه، خود مکرون، حالا من مکرون رو که قبول ندارم، فرانسه یا اروپایی کاری نیستن، یا شما با امریکایی ها دیلو میبندید با تمام زاویه‌ای که معتقدید تا اونجایی که میتونید دیگه، به حال ایران ضرری نمیکنه و از چیزایی که من در ایران دیدم ضرری نمیکنه، چون خیلی باهوش نماینده های ایران. و از طرف دیگه کارهایی که تا الان انجام دادن به نظر میرسه که نتیجه داده. به خود مکرون میگه به هر حال امضا
و یا احیای برجام بهتر از نبودشه. با همین شکلی که هست، حالا مکرون ممکنه بگه آره ایران باید این کار بکنه، اونو همش داستانه، چون در حال حاضر نیاز دارن به این برجام، نیاز دارن به. یادتون باشه ها دوستان، تمام کشورها چه قرارداد چه معاهده هر کاری با یک کشوری دیگه ای بکنن روی منافع است. اونها یه منافعی دارن، ما یه منافع داریم. ایران در حال حاضر به نظر میرسه بیشترین منافع خود را در این برجام حس کرده. حالا درصدش رو نمیخوام بهتون بگم، ولی آن چیزی که مسلمه برای ایران، ایران نهایتاً پولای مسدود شده رو میگیره، نفت و گازش رو آزاد میفروشه، بعد امضا از اینا قراره بگیره که شرکت‌های خارجی اگه بخوان نمیتونن اونا تحریم کنن، اگه تحریم کنن این برجام به هم میریزه. ایران دیگه کاری نداره، فوقش برمیگرده همون کاری که قبلا میکرده و روی برجام هم که حساب باز نکرده. برجام زندگی رو بهتر میکنه، شکی نیست. برجام به اقتصاد ایران اضافه میشه، اضافه میکنن، شکی نیست. برجام به نفع ایران، شکی نیست. من همیشه گفتم و بارها هم تکرار میکنم، ایران همین فرمول رو تا الان اومده. ایران از مذاکره نمیترسه و از روی ترس با کسی مذاکره نمیکنه. همین فرمول رو دولت آقای رئیسی داره میده جلو. و از همه اینا مهمتر دوستان یه چیزی به شما بگم، اگر حتی امضا بشه دولت بعدی هم بیاد بیرون، تو این وسط ایران یه چیز گیرش میاد، استفاده میکنه. نشود، ایران سابقه برجام رو میدونه، برمیگرده غنی‌سازی اورانیوم میشه که همه اینا رو میدازنه. چرا؟ الان بهتون میگم. ببین، دیوید ایگنیشیس سردبیر روزنامه واشنگتن پست امروز مقاله نوشته، امروز منظورم شنبه 27 آگوست 2022، در واشنگتن پست، بریم بخونیم. دیوید ایگنیشیس به مقامات امنیتی امریکا نزدیکه، اینو همه میدونن تو واشنگتن. یعنی اگر مقامات بالا یواشکی یه چیزی به این بگن و همیداره مینویسه، بدونن که نامی از اون میگه ها، اینو محرمانه گفتم. ایشون نزدیکی به این مقامات شناخته شده است. بینید که هر روزنامه‌ای با یه دستگاهی در امریکا نزدیکه. دیوید ایگنیشیس میگه که از اتحاد ایران و روسیه مقامات امنیتی امریکا به شدت نگرانن. حالا چرا؟ دو سه دلیل آورد، دلیل زیاد آمد، دو سه دلیل که مهمه به شما میگم. میگه که اولا ایران در دور زدن تحریم ها استاده، راهشو میدونه، چاهشو میدونه و این کار رو تمرین کرده به طور کلی، اصلا خبره این کار. اینو گفتم، روس ها گلا مورد تحریم داره، یعنی به ایران احتیاج داره برای دور زدن تحریما. از طرف دیگه ایران در جایگاهی هستش که روسیه احتیاج داره که از ایران اسلحه بخره و درون یکی از اونهاست. درون ها رو ایران میگه که ما نفروختیم، هیچ خبری نیست، ولی اونا میگن نه، درون های ایران در روسیه هست و روسیه داره از پیشرفته ترین درون های ایران استفاده میکنه. بنابراین اونایی که میگفتن این با قول معروف ایران ستیز های ابله که روسا همه کارا ایران دست روسا است، به حال ابله ها برین واشنگتن پست بخونین دیگه، ببینید آیا همه کار ایران دست روسا است یا روسا به ایران احتیاج دارن. ایران احتیاج نداره به روسیه، همپیمان چین، روسیه، اینا و اینها میتونن از ایران اسلحه بخرن. این یه نگرانی که اگه این اسلحه رو بخره، اسلحه های دیگه ایران رو بخره، تمام معادلات جنگ رو در منطقه به هم میریزه. اسرائیلی از این نگرانن، چون اسرائیلی ها، یعنی به طور کلی روسا دست یهودی ها رو یک کمی کوتاه کردن از روسیه، چون یکی دو تا از سازمان های یهودی را اونها شدیداً کنترل میکنن و میگن که شما کارایی میکنید بر علیه امنیت کشور. بنابراین بس سازمان های یهودی به آزادی گذشته دیگه نمیتونن در روسیه فعالیت کنن و الان هم که
تحریم و جنگ و بحرانه و روسیه خیلی کارا میتونه بکنه برای اینا و اینها هم میدونن. و این مقاله هم که امروز در واشنگتن پست چاپ شده گویای همینه که آقا ما از این نگرانیم. پس حالا فهمیدید چرا امریکایی ها میخوان بیان و میگن ما حاضریم با ایران کنار بیاییم، چون در دایره قدرت در واشنگتن بحثی بوده بر سر این که آقا در حال حاضر ما درسته که ممکنه ایران را نتونیم با خودمون دوست کنیم، نمیخوایم که دشمن ما باشه و روی این دارن کار میکنن. به همین خاطر این برجامو میخوان امضا کنن که بتونن به آزادی نفت و گاز اروپا را تامین کنن و خودشون هم همینطور، و ایران هم از این بابت میفروشه پولش میگیره با قیمت روز. دیدی عربستان چی گفت امروز؟ گفتی الان نفت شده 100 دلار، ما به هیچ وجه حاضر نیستیم که استخراج نفت رو ببریم بالا، تولید نمیخوام ببرم بالا. میگن حتی ممکنه تولید بیاریم پایین، چون دیگه به حرف واشنگتن گوش نمیکنن، چون از جیبشون داره میده که عربستان هر جا میره پول میده، اگه پول نباشه که کسی با عربستان سلام علیک نمیکنه. ایران که نیست. ایران دوستان اینو داشته باشید، در حال حاضر هم از نظر قدرت، هم از نظر برنامه ریزی، هم از نظر استراتژی در خاورمیانه حرف اولو میزنه. هر کسی، من در هر شبکه‌ای هر جا کسی خواست با من در این مورد مناظره کنه، حتی بیاد تو همین میکروفون، حاضرم باش مناظره کنم. برای اینکه خود امریکایی‌ها دیگه به این اعتراف دارن میکنن. اسرائیلیا چرا دست دست رفتن؟ همین حرفای علی سلامی دیگه، فرمانده سپاه، اون تمام برنامه‌های اسرائیل را، یعنی تمام پتشون ریخته رو آب. گویا اگه مقاومت بخوان میتونن بلای سر اینا بیارن که دیگه اسرائیل خوابش هم ندیده. خب دوستان، در شبکه‌های ایران ستیز مرتب در مورد اینکه نیروی نظامی امریکا در سوریه به گروه‌های حمله کرده که یا گروه‌های نیابتی ایرانه و ایران هم اینو اصلا کلن رد کرده، گفته اون برای کشورش تو سوریه هست، هیچ ارتباطی با ما نداره. و اسرائیلی ها دلشون بر این خوش بود که آره اونجا یه درگیری با نیروهای نیابتی ایران داشته. مقامات امریکایی از دو کاناله، یکی محرمانه یکی هم آشکار، به ایران اطلاع داده که آقا ما هیچ گونه درگیری با شما را نداریم و علاقه هم نداریم به هیچ وجه با نیروهای شما درگیر بشیم. دلیلی که ما این کار را تو سوریه کردیم چون جان سربازامون تو خطره. ایران هم گفته که اونا مال خودشونه دیگه، به اعتباری با ما نداره. بعد این هم اسرائیل را نگران کرده که امریکا علاقه به درگیری با ایران نداره، و درستش هم همونه، چون امریکا امتحانشو داده، میدونه درگیری با ایران در وضعیت فعلی به ضررشه. کشورها دوستان مثل شخصه. خب شما اگر بگید درگیری با یه نفر به نفعت نیست، ول میکنی، باش از راه دوستی در میای. کشورها هم همینطوره، منافع است. ایران منافع داره، امریکا منافع داره. بعضی میگم آره اونا به ما کلک میزنن، نگران کلک اونها نباش. اگر اونا کلک میزنن، ایران دو تا کلک دیگه روش میذاره. این 16 ماه مذاکره سر همینه دیگه. کلک زده بودن باید تموم میشد دیگه. پس چرا نتونست؟ آخه کلکی در کار نیست. یه سری خواسته ها، شما اینو میدی، اونو میگیری، اونو میگیری، اینو میدی. این برجام با تمام مشکلاتی که داشته و هرچی هست، به جایی رسیده به نظر شخص بنده، با توجه به اطلاعاتی که من دارم، این برجام به زودی امضا میشه و در هر شرایطی باشه به نفع ایرانه. باور کن، من یقین دارم و شما هم یقین داشته باشید که هرچی از کلک ملک رو بذاری کنار، ایران یه قدرتیه، کلک با کلک جواب میده، راستی آزمایی رو با راستی آزمایی، و هر کی با نیت خوب داره پیش میاد، ایران هم با نیت خوب، برعکسش هم همینطور. نگران ایران نباشید.
من از تهران بزرگ با شما صحبت می‌کنم مطمئن، و امریکا هم دست آقای بایدن اینو میدونه. آقای بایدن آدمی هستش قدرت و تشخیص میده، بیش از 50 سال تو واشنگتنه، دوربری های آقای بایدن هم با اون دارن کار میکنن. همین چیز انتونی بلینکن، بارها من به شما گفتم بیش از 30 ساله با آقای بایدن داره کار میکنه، از زمان سنا تمام دوربری آقای بایدن، از جک سالوان، اینا حالا جک سالوان خود جوانتره، تازه کاره. بنابراین اونها میدونن اون چیزی که به نفعشونه در حال حاضر چاره ای نیست، این کارو میکنه. ایران هم همینطور، یعنی رو منافع. و اون دیگه هم ما اله میکنیم بله میکنیم، گزینه نظامی رو میزه، این همش کشکه، کار نمیکنه. این کار انجام شده دیگه، در عراق دیدیم، در افغانستان دیدیم، در لیبی دیدیم، در سوریه دیدیم. به خصوص رئیس بانک مرکزی امریکا گفته آقا من برای این تورم کار دیگه نمیتونم بکنم، این روندش داره میره دیگه. بنابراین به محض اینکه برجام امضا شد، کمکی میشه به همون، چون میدونی انتخابات پیش رو، هم در امریکا هم در اسرائیل، تلاششون بر علیه ایران، آینه ما اله میکنیم، از این خبرها نیستش. ایران میشینه فکراشو کرده، کاغذاشو داره میخونه، بعد اگر میبینه به نفعش امضا میکنه. من نگران امضای ایران نیستم، اینو قول بهتون میدم. آخرین مطلب من اینه، ما یه دوستی داریم در سیاتل واشنگتن، مهندس محمود آبدینی. مهندس آبدینی هر موقع برای من پیام میفرسته، بدون که روش خیلی دقت میکنه، مطالعه کرده، تحقیق کرده، وقتی پیام برای من خودش میفرسته، دیگه من خیالم راحته که شما یه اطلاعاتی از این میگیرین و به درد میخوره. این اطلاعات در مورد ترکیه است. با هم گوش کنید تا من خودم هم شخصا یه اطلاعاتی در مورد ترکیه دارم که خدمتتون بگم. درود بر شما جناب. به ده صبح که تو ایران میشه حدود فکر کنم 9:20 شب، دو تا مطلب میخواستم برزتون برس کنم. نمیدونم حالا ارزش اینو داره که تو برنامه‌تون بذارین پخش کنین یا نه، ولی خودتون میتونین همین ذکر کنید که یه همچیزی هست. یکیش این که برادر من تازه ترکیه اومد، چون خانمشون رفته بودن اونجا فامیلی ببینن، بعد من دختر پسر داییم با خانوادهش بچه و اینا اونجا زندگی میکنن و جدیدن رفتم اونجا اقامت گرفتن، یه سال دو ساله اقامت گرفتن، ولی فهمیدن که اقامت کاری نیست، نمیتونن کار بکنن. خیلی ها تو اونجا میرن خونه میخرن، پول میبرن، فلان میکنن، بعد میفهمن که نمیتونن کار بکنن، زن و شوهر میشینن تو خونه چون کاری دیگه نمیتونن بکنن. فقط به خاطر اینکه میخوان چهار قد سرشون نکنن، میرن سرمایه‌شون میبرن اونجا و واقعا خوششون بدبخت میکنن. یه چیز دیگه هم که اینا به ما گفتن و برادرم به من گفت، اینه که اینا وقتی تصدیق رانندگی دارن دیگه، ماشین میخوان رانندگی کنن، شماره مخصوص به اینا میدن، مخصوص خارجی ها. بنابراین پلیس میدونه که این که داره میاد این خارجیه و معمولا اینا رو هیوای میسونن، بی خودی جریمه میکنن. بعض وقتا تخفیف بهش میدن، من که اینا آذری میتونن صحبت کنن، آذری رو دوست دارن بهش تخفیف میدن، ولی کلن خیلی اینا جریمه میکنن، اینا جریمه های سنگین رو بعضی وقت باید بدن. این از ترکیه. چیز دیگه میخواستم به عرضتون برسونم اینه که تولیدات ایران که آقای رئیسی صادرات ایران رو ممنوع کرده بودن که خیلی کار خوبیه، ولی تو کشاورزای ایران حالا شروع کردن تولیداتشون میدن تو سردخونه و بیرون نمیارن. الان مثلا من فامیلی من خوش شمال اینا سردخونه دارن، کشاورز اصلا باغ و باغات دارن، اینا صحبت میکردن میگفتن که خیلی از کشاورزان مثلا کیوی یا پرتقالشون همینجوری گذاشتن سردخونه بیرون نیاوردن، میخوان سال دیگه بیارن بیرون چون اینا صادر نمیتونن بکنن، و این باعث میشه که هنوز عرضه تو بازار کم بشه، تقاضا بیشتر هست یا همون اندازه هم باشه، باز قیمت بالا میمونه. اینو مثلا برای شما برسونم چون اینا میدونم که اینجوری هست، خودتون با صدای خودتون پخش کنین، اگه ارزشو داشته باشه البته، خودتون پخش کنین، اطلاع رسانی کنین به مردم که بدونن اینجوریه. شاید دولت هم بخواد تو این برنامه یه کاری بکنه، چون من میدونم گوشت و مرغ و ماهی و قلات و یا هم پرتقال و کیوی و این سیب و اینا
همه اینا دارن اینجوری میکنن. شما فکر کنید اگه 30% کشاورزای ما یا مقدار ما این کار رو بکنن، چقدر عرضه تو بازار کم میشه و چقدر قیمت میره بالا، و چون نمیتونن صادر کنن، سال دیگه میان چیز مونده رو میتونن تو بازار بفروشن و مردم واقعا دچار مشکل میشن. به هر حال امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون و واقعا لذت میبرم و واقعا یاد میگیرم. خیلی ممنونم. انشالله که خوش بگذره تو ایران. خدا. خب دوستان، شنیدی صحبت‌های آقای عابدینی را. اتفاقا آقای عابدینی، جالب بود این پیام شما زمانی برای من فرستادید که من در یک مهمونی با یک زن و شوهری آشنا شدم که از ترکیه اومده بودن، ایرانی بودن، کجا اقامت گرفته بودن. بعد اینها میدین که دوستان الان ترکیه شما اقامت بگیرید، قبلا مثل اینکه 250 هزار دلار بوده، حالا شده 400 هزار دلار. این 400 هزار دلار شما میذاری اونجا تو بانک، خونه میخری. وقتی خونه خریدی، خیلی از ایرانی ها اینقدر خنگن، نمیدونن این اقامت فقط زندگی در ترکیه است، حق کار نداره. طرف باید از بیرون پول بیاره بخوره اونجا خرج کنه، هیچ گونه حق کار نداره. و از همه این مهمتر، هر موقع رسید به اونجا که مثلا 5 سال اقامتش میگذره که میخواد خونهشو بفروشه یا میخواد ترکیه رو ترک کنه، خونه رو فقط میتونه به یه خارجی بفروشه، به ترکا نمیتونه، فقط به یه خارجی که از بیرون بیاد پول بده خونه اونو بخره. این یه موضوع. موضوع دوم سر ماشین. این زن شوهری که من آشنا شدم، اینها ماشین برده بودن، با ماشین خودشون رفته بودن، اقامت هم دارن ترکیه. بعد وقتی اومد اینجا بر میگردن دوباره با ماشینشون که برن ترکیه، لب مرز اینها را نگر میدارن، میگن دیگه نمیتونی. اون فقط 1 ساله، 1 سال تموم شده، شما باید در ترکیه ماشین بخرید. ماشین ایرانی به هیچ وجه نمیذارن. حالا این زن شوهر تمام بارشون رو بستن، خروجی از اینان رو پرداخت کردن، نمیدونم 4-5 میلیون هزینه شماره بین‌المللی دادن، همه اینها دوستان بین رفت، برگشتن ناراحت و عصبانی و فلان، کار نمیتونن بکنن. باید اینجا ماشینشو بذارن، سوار هواپیما میشن، دوباره میرن ترکیه. بنابراین دوستا یادتون نره، پولاتونی که اونجا میذارید، حتی تو ترکیه شما ماشین بخرید، آقای عابدینی توضیح داد و این درسته، من چک کردم، شما ماشین ترکیه را میخرید، یک شماره مخصوص داره که هر پلیسی ببینه بدونه که صاحب این ماشین خارجیه، اقامت داره، حق کار نداره. جریمه های سنگین به اینا میدن وقتی خلاف بکنن. بنابراین اگر پول مفت و باد آورده دارید، همه این پولاشون ایران ساختن، باورتون نمیشه، میرن اونجا میشینن به عنوان خارجی، باید بیان ایران، از ایران پول ببرن، اونجا برن غذا بخورن، زندگی کنن، اجازه کار ندارن، با ماشینشون نمیتونن، مگه اینکه ماشینشون اونجا ترکیه بخرن. همه اینا واقعا بدبختی ها. خیلی از ایرانی ها دوستان وقتی این پولا را دادن اقامت، اصلا نمیدونستن که اینها فقط اقامت دارن، اجازه کار ندارن، هر بانکی نمیتونن پول بذارن، هیچ، فقط باید بشینن تو خونه، برن قدم بزنن بیرون، پول خرج کنن، پولا رو باید از خارج از کشور بیارن. حتی خونه خودشون هم که بعد از 5 سالشون تمام شد نمیتونن به هر کسی بفروشن، فقط باید یه خارجی باشه، ایرانی یا هر کشور دیگه. البته بدبختی بیشتر ایرانیه. برحال خواستم اینو بگم، اونایی که میخوان این کارو بکنن بدونن که شما که در ایران پولتونو میسازید، اینجا همه کار میکنید، در ترکیه گوشتونو میگیرن، اونجا هیچی نمیگه، میگن خب بله دیگه این قانونشه. خیلی اگه این دوست دارید. و من دوستان آخر مطلب، سپاسگزارم از پیامهای مهرآمیز شما، سپاسگزارم از این که مرتب با من در تماسید و ممنونم از پولایی که میفرستید. پولاتونو زود بفرستید دوستان، من وقت زیادی اینجا ندارم تا این درمانگاه در منطقه محروم آبادان تمامش کنیم. از تمام دوستایی که تا حالا این کاری کردن سپاسگزارم.
و از فرانک عزیز که واقعا یه انرژی امروز داد به ماها. دمت گرم فرانک در استرالیا. به هر حال سپاسگزارم از توجهتون. وقت من تموم شد و من ممنونم از وقت شما. تا برنامه این بعد، خدا نگهدارتون.